سلام، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. همونطوری که از تامنیل مشخصه، یه ویدیوی متفاوتی داریم راجع به کراتین کردن مو. در اصل این ویدیو رو ضبط کردم که یک سری تریک‌های مخفی که آرایشگرا به شما نمیگن و یک طورایی سرتون کلاه گذاشته میشه رو به شما یاد بدم. همراه من باشید که این چند تا مورد رو به شما بگم. همونطوری که از موهای من مشخصه، خیلی موهای فرفری دارم و یه حالت سوختگی داره که بهش اصطلاحاً میگم وز، که خیلی‌ها با روغن زدن مثل روغن نارگیل و روغن زیتون، روغن کنجد سعی میکنن که موهاشون رو بهتر کنن، اون خشنی موشون رو بگیرن، که معمولاً نتیجه خیلی مطلوبی نمیگیرن و گلت و دارک مو زیاد پیشنهاد نمیشه، چون که هم خیلی مواد شیمیایی درشون به کار رفته و ممکنه باعث سوختن مو بشن. و الان هم جالبه بدونید که کم خطرترین ماده‌ای که موجوده در جهان فعلا همین کراتینه، که بیشتر لوازم آرایشی ها و این طور جاها خیلی راحت به وفور یافت میشه. خب یک سری تریکار بگم. شماره 1، اتوی مو. اتوی مو هر آرایشگاهی میرید واسه شما یک سری داستان تعریف میکنن و که گرماش باید فلان باشه و جنسش این باشه، هر اتو مویی نمیشه، ولی خب این یک جورایی یک کلکیه که شما رو بکشونن سمت آرایشگاه خودشون و یه جوری برای خودشون درآمدزایی کنن، که در وضعیت فعلی ایران زیاد چیز ناراحت کننده نباید باشه، هر کسی دنبال درآمد برای خودش. خب شما میتونید هر اتوموی رو استفاده کنید، مهم اینه که دمای 190-200 درجه رو داشته باشه که بهترین نتیجه رو بگیرید. نکته شماره 2 اینه که وقتی شما میخواید داخل خونه این کار رو انجام بدید، میتونید اون ماده خیلی اورجینال و با کیفیت رو خریداری کنید و هم از سلامت محصول مطمئن هستید و هم میدونید یک جنسی رو با کیفیت بالا خریداری کردید که نتیجه بهتری بده. نکته شماره 3 اینه که اون محصولی که میخواین بخرید و در میلای خیلی مشخصی به شما میفروشن، یعنی که 10 میل هست، 20 میل هست، 30 میل هست. الانم برای اینکه بیشتر این ویدیو واسه شما مشهود باشه که کراتین چه تأثیری میذاره روی مو، خودم میخوام این کار رو انجام بدم. اینم تصویر قبل کراتین کردن منه که کامل بهتون نشون بدم اینطور حالتی داره. خب اولین کاری که باید بکنید اینه که موهاتون رو با اون شامپویی که داخل اون پک حتما وجود داره بشورید و بذارید خشک بشه. حالا میتونید با سشوار خشک کنید یا اینکه بذارید خودش خشک بشه، ولی باید یک کوچولو نم داشته باشه موقعی که میخواید مواد اصلی رو به موهاتون بزنید. با کمک مادر گرامی مواد اصلی رو سرمون میزنیم. این ماسک رو هم زدم که گاز فرمالدهیدش توی دماغم نره. یه حالت سرطانزایی داره که معمولاً تو آرایشگاه هم ماسک میزنن. خب الان مواد کامل روی سرمه و یه یک ساعتی بعد بمونه. یکم سوزش داره به خاطر فرمالدهیدشه، مشکلی واسه سر ایجاد نمیکنه معمولا، یعنی ریزش و نمیدونم قرمزی پوست ایجاد نمیکنه مثل گلت و مواد صاف کننده دیگه. بعدش مرحله اتو کشیدنه، اینطوریه که یک سری دسته های کم مو رو جدا میکنیم و اتو میکشیم. یه بخاری در میاد که عادیه و به خاطر مواد اونقدری بعد اتو کشیدن رو ادامه بدیم که این بخارا تموم بشه و میریم سراغ دسته های دیگه مو. همینطور پیش میریم که دیگه کلن ام موهای سر بخاری خارج نشه. یکی از سخت‌ترین بخشاش که خیلی طول میکشه و حواستون باشه محیط آزاد باشید که گازش داخل چشم و دماغتون نره. اونقدری اتو میکشیم که دیگه این بخارا خارج نشه.
خب الان اتو کشی موام تموم شد، نیاز به یک روز قرنطینه داره. حالا یک سری کراتینا هستن که 3 روز قرنطینه نیاز دارن، این کراتین نانو هستش. یک روز قرنطینه هم حالا دل بخواهیه، نیاز به قرنطینه نداره، ولی یک روز میذارن که بیشترین تاثیر رو ببینن. الان یکم موام نامتوازنه به خاطر اینکه حالا فر بوده، درست کوتاه نشده و آرشگاه هم بد دارم که اون شکل که مد نظرمه در بیاد و حسابی خفه بشه. خب اینم نتیجه نهایی کار، میبینید که چقدر جنس موام تغییر کرده، اون حالت فرفری که داشت چجوری شده و انقدر صاف شده و راحت میشه مدلش داد. البته یه چیز سلیقه‌ایه، هر کسی یه علاقه داره، شما میتونید موهای فری داشته باشید، میتونید موهای صافی داشته باشید، بستگی به انتخاب خودتون داره. صرفا یه آموزش بود، امیدوارم هم ازش لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، با این کار کمک خیلی بزرگی به من میکنید. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید حتما کامنت کنید، من همه نظراتو میخونم، جواب میدم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و به کارتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی فعلا.